درود دوستان، مدل های مختلف پراید 111، 132، 141، سبا و تمام مدل های مختلف پراید داره یک جعبه فیوز اصلی هستند که تحت عنوان سه فیوز اصلی پراید شناخته میشن و در محفظه موتور قرار دارن. همچنین داره یک جعبه فیوز هستند که در محفظه داشبورد در کنار قربیلک فرمان قرار دارن. با هم دیگه میخوایم بررسی کاملی نسبت به فیوزهای خودروی پراید داشته باشیم، اینکه چه کارهایی میکنن و اصلا فیوزهای پراید کجا قرار دارن، هر کدوم مربوط به کدوم بخش از خودرو هستش و همچنین نکات خیلی مهمی راجع به فیوزهای خودروی پراید، به طور کلی همه فیوزها خدمت عرض کنم. با هم این ویدیو رو تا انتها ببینید. سه فیوز اصلی پراید با نام فیوز سیمی هم شناخته میشن. اگه این سوال رو مطرح میکنید که فیوز استارت پراید کجاست، باید به دنبال موقعیت سه فیوز اصلی باشید. در قسمت راست موتور کنار باتری و محفظه آب ماشین میتونید سه فیوز اصلی پراید رو مشاهده میکنید. اینطور که در تصویر مشاهده میکنید سه فیوز این قسمت قرار دارد. فیوز وسطی یا فیوز مین هستش که کنترل برق ماشین رو به طور کلی بر عهده داره این فیوز. چنانچه بار جریان برق کل مدار الکتریکی ماشین از حد استاندارد بالا بره، این فیوز وارد عمل میشه و جریان رو قطع میکنه. در اصطلاح این قطعه تحت عنوان فیوز استارت پراید یا فیوز دینام پراید یا فیوز برق پشت آمپر هم شناخته میشه. خرابی فیوز مین یا فیوز اصلی عملا باعث استارت نخوردن ماشین میشه، ضمن اینکه هنگام استارت زدن چراغای پشت آمپر پراید هم روشن نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما استارت میزنید یه بار برق پشت آمپر میپره، استارت هم نمیخوره. دلیلش همین فیوز هستش که از کار افتاده. در سمت چپ این فیوز، فیوز EGI قرار داره که مسئولیت کنترل برق سیستم سوخت ثانیه ماشین رو به عهده داره. این فیوز سمت چپ فیوز اصلی. این قطعه بعضن به نام فیوز پمپ بنزین پراید هم شناخته میشه. اگر هنگام استارت زدن چراغای پشت آمپر روشن میشه، اما در نهایت خودرو روشن نمیشه، یعنی خودرو رو استارت میخوره ولی روشن نمیشه، احتمال خرابی فیوز EGI وجود داره که مانع از عمل کردن انجکتور و پمپ بنزین میشه. در سمت راست فیوز مین، وقتی روبروی فیوز مین قرار میگیرید سمت راست این میشه، سمت چپ هم. در سمت راست این فیوز، فیوز هرد یا HERD قرار داره. این قطعه اصطلاحاً به نام فیوز چراغ جلوی پراید هم شناخته میشه و مسئولیت در واقع کنترل جریان برق سیستم های روشنایی چراغ جلوی ماشین رو به عهده داره. اگه وقتی دید چراغ جلو روشن نمیشه، اولین جایی که باید بررسی کنید همین فیوز. حالا بعدا خراب میشه، از این مدل ها استفاده میکنن و بعدا هم فیوز های استاندارد این. و اما جعبه فیوز داشبورد پراید، سایر قطعات برقی تو پراید مثل سیستم تهویه مطبوع، برق بارکن، شیشه شو، چراغ مشکن، خطر، ترمز، قفل مرکزی، شیشه بالابر و غیره، هر کدوم یه فیوز اختصاصی دارن که این فیوزها در جعبه فیوز داشبورد پراید قرار داره. جعبه فیوز داشبورد کنار قربیلک فرمون در این قسمت قرار داره. ما این جعبه فیوز به سمت پایین میگیرید میکشید. ببینید اولین مورد این که کانکتور OBD که در واقع دیاگ به اون وصل میشه، دستگاه AV یا به این قسمت وصل میشه. فیوزهای پراید دو ردیف 6 تایی هستن و همراه تعداد فیوز پایین. فیوز اولی در پرایدهای 131 و سبا مربوط به سیستم گاز است و در بقیه مربوط فیوز برق‌باکن عقب، خودروهایی که برق‌باکن عقب داره. فیوز دومی فیوز برق‌باکن هستش، برق‌باکن‌های جلو و شیشه شو. فیوز سومی از سمت چپ فیوزهای چراغ مهشکن هستش. فیوز بعدی که این قسمت قرار داره در واقع فیوز فن هستش. دقت کنید روش هم نوشته فن. فیوز 40 آمپر مربوط فیوز فن هستش و فن خنک کننده موتور رو کنترل میکنه. فیوز بعدی اون فیوز در واقع دمنده هوا یا همون بخاری هستش. دمنده هوا تو همه مدل ها و
بخاری تو انجکتورهای جدید و کارش هم اینه که هم کولر پراید، دستگاه تهویه هوا و همچنین بخاری تو بخش تهویه هوا رو کنترل می‌کنه. فیوز سمت راست ردیف بالا فیوز شیشه بالابرهای پراید هستش. خب این فیوز شیشه بالابرها هستش و کلید شیشه برقی رو کنترل میکنه که در واقع بیش از حد آمپر نکشه و در صورتی که مشکل در مدار برقرسانی باشه این فیوز سوخته میشه و از بین میره. فیوز پایین سمت چپ فیوز در واقع موتور هستش. خب این فیوز مهمی هستش، دستگاه مولد برق و پمپ بنزین رو کنترل میکنه. فیوز کناری اون به فیوز وسایل سنج معروف هستش. گیج ها و درجه ها، لامپ های هشدار دهنده و چراغ راهنما رو کنترل میکنه. فیوز کناری اون گرم کن عقب. ببینید گرم کن شیشه برقی عقب، یعنی شما شیشه عقب اگه دقت کنید خط نوارهای قرمز رنگ روی اون قرار داره، این گرم کن شیشه عقب هستش. فیوز کناریش، فیوز بعدی اون، فیوز توقف هستش، مربوط به بوق و چراغهای استوپ عقب هستش. فیوز کنار اون هم در واقع فیوز خطر معروف هستش. چراغهای هشدار خطر و ساعت رو فیوز کنترل میکنه. فیوز بعدی اون و در واقع آخرین فیوز در ردیف پایینی سمت راست فیوز اتاق هستش و سیستم صوتی، لامپ ها، چراغ های در واقع داخل، چراغ صندوق عقب رو کنترل میکنه و در صورت خرابی هر کدوم از این بخش ها این فیوز رو چک کنید. حالا ردیف پایینی فیوز اولی فیوز چراغ خطر هستش. چراغ های راهنمای جلو، چراغ خطر، چراغ کوچیک جلو مربوط به همین فیوز هستش و در صورت خرابی هر کدوم این قسمت هایی گفتن این فیوز رو چک کنید. فیوز کناری که فیوز EGI هستش در مدل های مجهز به سیستم انجکتوری بیبود یافته وجود داره. میدونید که ما علاوه بر ریل دوب در این مدل ها این فیوز رو داریم، یعنی حالا یورو 4 ها همه دارن. مدارهای مرتبط و ورودی به ECU رو چک میکنه. فیوز کناری اون هم که روش نشه بالاش نشه سیگار، خب معلومه که مربوط به فندک، ساعت و آنتن، حالا هر کدوم از این قسمت ها دچار مشکل بود این فیوز رو هم چک کنید. فیوز بعدی اون مربوط به قفل مرکزی هستش. بعضی مواقع این قفل مرکزی دچار مشکل هست و حتما این فیوز رو چک کنید. خب شاید سوال این باشه که حالا فیوز دوزگیر کل، اگه دوزگیر روی پراید نصب کنید معمولا یک فیوز اختصاصی هم برای کنترل جریان برق و جریان برق عبوری از مدار الکتریکی دوزگیر در نظر گرفته. محل قرارگیری فیوز دوزگیر پراید همیشه ثابت نیست و بسته به حالا تصمیم نصاب دوزگیر هستش که، اما معمولا این قطعه به صورت مجزا در نزدیکی جعبه فیوز داشبورد پراید قرار میگیره. اگر فیوز خراب بشه چجوری تشخیص بدیم؟ تست خرابی فیوز چیه؟ قبل از اینکه در واقع هر کدوم از فیوزهای قطعات برقی ماشین را تعویض کنیم باید مطمئن بشیم که فیوز مربوط به اون خراب شد. ساده ترین راه برای بررسی سوختن فیوز بازرسی چشمی. فیوزها رو اگه در بیارید و نگاه کنید، اگر محل در واقع فیوز محلی از اون قطع شده باشه این فیوز روب شده، سوخته. راه دومش هم استفاده از یک اومد، ملتی متر یا دستگاه تست فیوز هست که میتونید راحت اونو به خریداری کنید و یعبودای چک کنید. نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر فیوز خراب بوده حتما باید فیوز با آمپر در واقع یکسان جای اون بذارید. اگه فیوز 10 آمپر بود حتما فیوز 10 آمپر بذارید و بیش از اون ظرفیت آمپر بالاتری استفاده نکنید. چون تحت هیچ شرایطی از سیم به جای فیوز برای اتصال مدار برقی در خودرو استفاده نکنید. اتفاقا یکی از پرتکرارترین سوالات شما عزیزان این بوده که آیا میشه از سیم به جای فیوز استفاده کرد؟ به نظر من به هیچ وجه توصیه نمیشه، چرا که عملا عنصر حفاظتی مدار رو حذف میکنید و با بروز هر گونه ایراد در مدار احتمال آسیب دیدگی تجهیزات اصلی وجود داره. به عنوان مثال فرض کنید فیوز پمپ بنزین پراید سوخت، شما اونو با سیم جایگزین میکنید. اگه اتصالی در
مدار رخ بده و پمپ بنزین خراب بشه، هزینه تعویض و تعمیر اون قابل قیاس با هزینه یک فیوز نیست. در صورتی که نظر یا سوال دارید حتما برای من کامنت کنید، لایک ویدیو فراموش نشه، این ویدیو را حتما برای اونایی که پراید دارن بفرستید. موفق و معید و پیروز باشید.